ارتش اسرائیل خود را در فرار و عقب نشینی سال 2000 از جنوب لبنان مقبول می دانست و همواره در صدد فراهم آوردن شرایطی بود که با برنامه دقیق و تهاجمی گسترده نیروهای شکست خوردهش را از سایه وحشت مقاومت اسلامی نجات دهد. نیروهای مقاومت اسلامی در سال 2006 پس از انجام مانورهای پیچیده و تبارکات وسیع با حمله به یک گشت اسرائیلی محاسبه‌های نظامی ارتش رژیم اشغالگر قدس را برهم ریختند. رهبر مقاومت اسلامی سید حسن نصرالله با این عملیات ضمن آشفته کردن نقشه‌های دشمن وعده دیگر خود را مبنی بر در دست داشتن اسیر برای مبادله با طیف گسترده اسرای لبنانی و فلسطینی محقق کرد. ارتش اشغالگر قدس به ناچار زبده‌ترین فرمانده خود را به منطقه فرستاد تا بتواند از بحران پیش آمده خود را نجات دهد. من تو رو میشناسم؟ بله، من از شاگردای شما توی دانشکده افسری بودم قربان.
خب حالا بگو ببینم درسات خوب یاد گرفتی یا نگرفتی. ماشین گروگانگیرا رو از مرز تا اینجا مراقبت کردیم، ولی وقتی وارد باغات ایتا شدن دیگه بیرون نیومدن. اونچه که ما مطمئن هستیم اینه که هنوز از ایتا خارج نشدن. الان سربازای ما هم با اونا درگیر هستن. اون ماشین دیگه ارزشی نداره. مطمئنم که گروگان ها الان توی منطقه نیستن. اونا رو خوب میشناسن. چه چیز غیرعادی امروز در ایتا دیده شده؟ مورد خاصی نبوده. توی عکس ها نشون میده یکی از خونه ها شلوغ بود. به نظر می اومد که برای عروسی رفت آمد بود. ممکن عروسی پوششی برای عملیات گروگانگیری بوده. منزل مال کیه؟ یوسف دهینی. قبل از گروگانگیری عده ای از رومیش و ایتا به خونه یوسف اومدن. تماس های خونه از نیم ساعت پیش کاملا تحت کنترله. بله؟ من آخه میخوام تو هر یه متری خلّه محل عملیات موشک بخوره. شروع کن. اطلاعات دیگه ای هست که بدم خدمتتون؟ اگر بقیه اطلاعاتتونم ناقص تو به درد نخوره نه. نمیشه از یه آدم به درد نخور توقع اطلاعات به درد بخور داشت. من هیچ وقت نگفتم تو آدم به درد نخوری هستی. گفته بودم که از عشق و عاشقی و دلبستگی پرهیز میکنم. بابت قهوه ممنونم. پس هنوزم هوش و حواستو داری؟ امتحان میشه؟ امیدوارم این روز و این جشن مبارک باشه. با اجازه هاشمه من خوش آمدی، همه خوش آمدی. اون اقلی ها دست بزنی، خجالت نکشید. بح بح بح، شادوباد، قند حسن، کف بزنی به افتخارش. مبارکه، مبارکه. یوسف، من امشب میخوام برات برقصم. خوش اومدید جوان. مبارکه. ممنونم. دلم میگه این دفعه دیگه عروسیت را میفته. انشاءالله. چی شده؟ با من بیا. محمد کجا داری میری؟ چی شده محمد؟ آرزوم این بود که روز عروسی پدر مادرم کنارم باشن. میخوای یوسف تو روز عروسی تو رو اینجوری غمگین ببینه؟ دلم گرفته اما نمیدونم چرا. به خدا توکل کن، به خدا توکل کن. امروز روز عروسی شماست، همون روزی که آرزوشو داشتی. آره، یه عروسی درست کنم که حاج یوسف بعد از دیدن راه خونه‌شو گم کنه. نگاش کن، حالا وقت قصه خوردنه. ناراحت بشی زشت میشی. سرتو بلند کن، صورتتو ببینم. اینقدر
انقدر خودتو به زحمت ننداز. خدایی نکرده بچه طوری نشه هنا. نترس دختر، آیت الکرسی بخون، حالتو بهتر میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله. اینکه داماد عجله داره. چی شده حاج محمد؟ ام عباس مژده، سید به وعدش عمل کرد. افراد مقاومت به تلافی صدها اسیر که دشمن از ما گرفته، دو افسر اسرائیلی رو گروگان گرفتن. کجا؟ همین اطراف ایتا، خلت الورده. موقع رفتن یه سر به این در خونه من باهاتون کار دارم. باشه. نگران نشو عزیزم، یه کمی اقدامات احتیاطیه. اگه قرار باشه اتفاقی بیفته زود میفرستمت زور. یعنی جنگ میشه؟ مگه این اولین باره که توی جنوب اسرائیل عملیات میکنه؟ هیچ اتفاقی نمیفته، ولی برای احتیاط خودتو آماده کن. قرار بود وقتی دنیا اومدن صادق پیشم باشه. مگه من قراره کجا برم؟ توکل کن. بیا الان بریم سور. چیزی نیست، یه کمی بمبارونه تمام میشه. من الان عجله دارم، باید برم. تو باید قوی باشی. من دوستت دارم. بدون تو جایی نمیرم. نذاری بری و مثل همیشه تنها هم بذاری. حق با توه. باور کن اگه میشد حتما میبردمت. خداحافظ. چقدر این لباس قشنگه. فکر میکردم این لباس سفید رنگ رسیدن به توه، ولی الان داریم از هم جدا میشیم. ما هیچ وقت از هم جدا نمیشیم. من سال هاست تو رو تو لباس سفید میبینم. سفید نشانه محبت و عشقه. محبتت برای خدمت و کمک به مردمه، ولی عشقت فقط مال منه، فقط من. ممنونم یوسف، خدا تو رو حفظ کنه، هم برای من هم برای ایتا. ناراحت نباش، اتفاقی نمیفته. من ناراحت نیستم، چون اصلا شانس ندارم. این حرفو نزن. صندوق عقبو باز کن. باز کن پسرم. خیلی خوب. ام عباس، تو این اسلحه ها رو برای چی نگه داشتی؟ برای همچین روزی، به دردتون میخوره. اینا که اسرائیلی هن. درست میگه؟ حلالن، غنیمت جنگن. چطوری؟ چرا منو نگاه میکنین؟ بلدین استفاده کنین یا یادتون بدم؟ برید، زود برید، خدا پشت پناهتون، برید. خدا حافظ. باید از ایتا از سیر بگیریم. از افراد سرشناس ایتا هنوز کیا هستند؟ ابو احمد، ابو جابر، ابو قاسم، ام عباس، ام یاسر. که از اینا ام عباس از همه فعالتره.
این عاقبت تمام کسانی که با ما همکاری نمی کنن. سلام جنرال، ما در حال درگیری شدیدی هستیم. سعی میکنم سرخی از گروگانا به دست بیارم. من دنبال فرماندهشون هستم تا اسیرش کنم. از ایتا به طرف عمق لبنان پیشروی میکنیم تا دستمون برای معاوضه پر باشه. قربان، اسیرگیری از ارتش ما عظمت اسرائیل رو میشکنه. باید از این بحران بیرون بیاییم و میدونید که بیرون میاییم. من فکر میکنم این بیفایده است. باید از خدا کمک بخوایم. بله، باید از خدا کمک خواست. منم آدم با ایمانی هستم، ولی هدف باید روشن باشه. هدف قدرت و حکومته، پس باید از همه این ابزارها استفاده کرد. هانا، تو شوهر کردی؟ بله، ولی تو تصادف کشته شد. خوبه، زن، شوهر، بچه تعهد آوره. آفت خدمت. شایدم آفت رسیدن به قدرت. بگو ببینم، تو دنبال تلافی کردن که نیستی؟ کاش بودم سرنگ. بارون اصلا طبیعی نیست. چند تا خمپاره طلا زدن؟ حساب کردی؟ حدود 500 تا در عرض 2 ساعت. برادرها باید عقب نشینی کنن. لازم نیست خونی ریخته بشه. اونا از این که ازشون اسیر گرفتیم ناراحتن. بگو جوانا از خله بیرون بیان و تو منطقه به حالت استتار پراکنده بشن. باشه؟ باشه. ابو احمد چی میخوای دوست من؟ بذار روی 12 تا رو ببینم. گرفتم. میخوام مهمونا برگردن عروسی. چشم، حتما. نطلق بدنم بدیل، بدنم نطلق سواح الاسد والمعتقلين. صحيح اولا؟ وباكثر من مناسبه وبعد كل تصاريح كان السواليين استنفوا على الحدود وان اساسا كانوا مستنفرين، وهذا قبل ما جرى في غزه. إذا هذا عوار مأخوذ، والمقاومة اعتبرت أولويتها عام 2016 أسفل الإسرائيليين لإغلاق ملف قربان. أتاق عمليات منتظرتنا. هیچ لزومی نداره اینقدر رسمی با من حرف بزنی. راحت باش. کاری نکن که من بیشتر از این احساس حقارت بکنم. یعنی فکر میکنی اینقدر احمقم که اون روزا رو فراموش کردم؟ تمام اون روزا رو؟ نترس، من قصد ندارم به کسی چیزی بگم. تو غلط میکنی این حرفا رو بزنی. بگو چرا؟ فقط به من بگو چرا؟ چرا ولم کردی ها؟ تو بارها و بارها گفته بودی که دوستم داری. همشون دروغ بود. وابستگی برای نظامی، برای جنگجو آفته. و تو فاتح هستی، سردار فاتحی که از نیل تا فرات و فتح میکنه. شک نکن که فاتح هم. اسرائیلی ها در اینجا، شرق و غرب ایتا، و از اینجا در حال پیش روی هستند. گروهی از نیروهای ویژه درست از این سمت رفتن، مثل اینکه میخوان به عقبه برسن.
ما در مسیر خلت الورده یه مرکاوا زدیم. اونا عقب نشینی کردن. اصلا فکر نمی کنن که موشک ضد نسل چهارم این تانکا رو ما داشته باشیم. اما رابطامون اطلاع دادن که چهار مرکاوای دیگه تا خط پشت مرز پیش روی کردن. چیه یوسف؟ چیزی شده؟ باید روستار از مردم تخلیه کنیم تا هم مردم آسیب نبینن و هم دست و بال ما باز باشه. کسایی که جایی دارن برن اونجا، کسایی هم که جایی ندارن بفرستینشون رومیش. بعد از تخلیه روستا ورودی های روستا رو باید مینگذاری کنیم. کاتیوشا هم باید آماده بشن که هر وقت لازم شد استفاده بکنیم. آماده ای؟ باشه. بخوابید. مگه گیرم نیفت؟ خب بگو آشرین. پیش روی سخت سرهنگ. توی محور عملیات چند تا میرکاوا زدن که باعث ضعیف شدن روحیه سربازامون شده. نمیدونم موشک ضد میرکاوا از کجا آوردن. خب معلوم، عقل کل ایران بهشون داده. خسارت ها چقدر بوده؟ 5 کشته تا الان. 5 کشته؟ بدون نتیجه چه تاوانیه که ما میدیم؟ ولی قربان، ما توی جنگیم. اگه یه سرباز دیگه کشته بشه به صداد گزارش میدم. کی اونا رو فرماندهی میکنه؟ قربان، از شنوده و تحلیلا به نظر میرسه فرمانده شون محمد سروره. محمد سرور؟ اونو خوب بشناسم. حتما جای اسیرا رو میدونه. اون کلید موفقیت ماست. خونه رفتین قرآنتون رو بخونین بچه ها، وگرنه همه چی یادتون میره. مواظب باشین نیفتین. سلام عباس. علیک سلام. کجا ابو کمال؟ کجا با این عجله؟ مگه خبر نداری؟ اسرائیلی‌ها اعلامیه ریختن که روستا رو ترک کنی. تو هم ترسیدی داری فرار میکنی؟ مگه ایتا صاحب نداره؟ اسرائیل هم غلط کرده اعلامیه پخش کرده. تو ولی مگه صدای بمباران رو نمیشنوی؟ بله شنیدم. خب که چی؟ نصف بیشتر روستا رفتن. مردا فقط بلدن از دور بمب سر مردم بریزن. ابو کمال صبر کن، هنوز که اتفاقی نیفتاده. اگه بمونم اون وقتی که نمیتونم برم. خداحافظ. خدا پشت و پناهت. و
مثل اینکه بالاخره تو قراره به مقاومت کمک کنی میشل. چه خوب. حاج محمد، ما نیاز به امکانات و لوازم پزشکی داریم. یه بهداری می‌خوایم با داروی کافی. با این همه زخمیایی که الان داریم، درمانگاه کوچیک ایتا پاسخگوی کار ما نیست. اونم برای کمک اعلام آمادگی کردن. خب، به آرزوت رسیدی میشل. حتما میرم. هر چی دکتر خواست براش میبرم. هر چی لازم داشت براش فراهم میکنم. دکتر، میشل بفرستید بره. خودتونم باید یه درمانگاه اضطراری توی مدرسه تشکیل بدین. باشه. نسرین و ام عباس هم خواستین میان کمک. لازم شد اونا هم هستن. بسیار خوب. خدا حافظ. خدا حافظ. به سلامت. الو. علیکم السلام آجی. نه. فعلا هیچ مشکلی نیست، شما مطمئن باشین. درسته؟ باشه. بله، میتونیم. از اختشون برمیه. باشه. باشه حاجی. باشه، فهمیدم. خداحافظ، خدا پشت و پناهت. ساعت، من میخوام یه کاری بکنی. میخوام خواهرت هنانو از اینجا ببریش. ببریش رومیش. هر چه زودتر بهتر. میشل اونجاست، نزدیکترین و امن‌تر اینجاست. باشه؟ باشه. خدا به همراهت. حاجی از بیروت بود، میگه قصدمون حفظ زمین ها نیست، باید با احتیاط عمل کنیم. میگه اگه فشار خیلی زیاده میتونیم عقب نشینی کنیم. فکر میکنم باید عملیات بزرگی در پیش داشته باشیم. به هر بهایی شده نباید اعتا به دستشون بیفته. این حرف درسته، ولی نباید با دستور مخالفت کنیم. خودت که اینو بهتر میدونی. منم مخالفت نکردم. مخالفت نکردم. اونا هم اصرار نکردن. برعکس، همه چی رو به عهده ما گذاشتن. پس باید حواسمون رو جمع کنیم. یوسف دشمن حریصه. عقب بری جلو میاد. مقاومت تنها راه بازدارنده است. میفهمی؟ ما توی منطقه حساسی هستیم. میفهمی؟ تو منطقه حساسی هستیم. ایتا سر راشون برای رسیدن به مناطق دیگه است. وسایلتو جمع کردی؟ بله، جمع کردم. ام عباس، به نظرت محمد میاد؟ محمد تو رو تنها نمیذاره. من مجبورم برم مدرسه، اونجا زخمی زیاده، دکترم دست تنهاست. اینقدرم نگران نباش. خدا به همراهت. به نسرینم سلام برس. برو، خیالت راحت باشه. بجو برو. یا کمکم کن. نمیتونم بدون محمد برم. میترسم مثل اون دفعه بچم یه طوری بشه. کمکم کن محمد. کجایی؟ پس کی میای؟ بیا بشیر، این کلید خونمه. تانکر پر آبه. وسایل خونه حلال شما. ممنون آج کازم. خدا حافظ. سریع تر برید. بیایید دیگه، چیزی نمونده.
حاج محمد از من خواسته که حنانو ببرم رومش. بهتره شما هم حاضر باشین. من دارم میام دنبالتون. فعلا خداحافظ. نبز نداره. خیلی خوبه. بیا. مراقب باش. یه زودتر ببرین اشتو. تو سرشی شده. آمه سعید. اکسیژن لازم داره. کمک. عجله کنین. آمه سعید. چی شده؟ آمه سعید. به نسرین چیزی نگو. باید مطمئن بشیم موقع بمباران کسی تو خونه بوده یا نه. باید سعد بدونه. اونو بگیر. یالا خدا به همراه تو. نسرین. بله هم عبیز. الله هنان حالش خوبه. خدا از دهنت بشنوه. خیلی دلم شور میزنه. هنان حالش خوبه. بگو انشالله. انشالله. ممکنه هر لحظه بخوایم شلیک کنیم. باید کاتیوشا آماده باشه. باشه حاج محمد. همه چی آماده میشه. نگران نباش. را بیفتیم. بگوشم. دوتا از دوستات یه مدتی با هم هستن جواب پیغامای ما رو نمیدن. گرفتی 101؟ بله شنیدم. بله من پیش فرستادم. پیک شماره چنده؟ پرسیدم پیک شماره چنده؟ 1425. برای چی صدا قطع شد؟ فشار زیادی در تعقیب تماس ها وجود داره. ده ها بیسیم در حال صحبت با هم هستن. نمیتونیم در یک نقطه متمرکز بشیم. باید بتونید. تمام تماس های این دو نفر رو ضبط کنید. این خط زمینی به کجا میره؟ به مدرسه ایتا. اون طرف هم منزل محمد سروره که مرتب زنگ میخوره. اما کسی جواب نمیده. منزل سرور دیروز تو بمباران تخریب شده. این خط رو مراقبت کنید. اونجا زیر آوار یه خبرایی هست.
الو حنان تویی؟ آره صدو تو میشنوم. الو حنان تو کجایی؟ صدت خیلی ضعیفی. 101 به گوشی؟ گرفتم بگو. دو تا از رفیقات که صحبت نمی کردن تماس گرفتن. الو چاولو برم بگیر. تنها نیستم، با حاج یوسف اومدیم. حاج محمد ما سرش رو گرم میکنیم، شما برید تو جنگل، عجله کنید. بله قربان. به گوشم. فوراً با 10 نفر برید به طرف جنگل. سوژه رفت اون طرفی، شنیدی؟ بله قربان شنیدم. بشیر 102 گرفتم بگو. بشیر رو زدن، بد شوری هم زدن، دستون چیه؟ بنایه که مسافرش چی شدن؟ با مسافرش رفتن طرف جنگل. برمیگردیم با وحدی میان نقشه گروه تو فقط تعقیب و دستگیری محمد سروره. در تماس باش. خیالت راحت بشه، آرام باش، نترس، من مراقبتم. بیا بریم. طاقت بیار، اینجا جای امنیه. خیالت راحت باشه. بیا طاقت بیار، الان میرسیم.
خوبه. نکنه اتفاقی برای بچه همون بیفته. هرچی خدا بخواد اتفاق میفته. محمد مواظب خودت باش. یکی برای کمک میفرست. باشه نترس. بیا بیا من کمکت میکنم. بیا بیا بشین. بیا بشین اینجا. خیلی خوب. آروم باش. آروم باش. تکیه بده. تکیه بده. تکیه بده. یعنی بر نمیگردی؟ برمیگردم انشاءالله. کسی که توریش نشده. پناه بگیری، پناه بگیری. بیسمشی، بیسمشی. بده من. فرماده، فرماده. ما توی محاصره هستیم. از همه طرف ما تیر اندازه میکنن. زخمی ها رو بردارید، عقب نشینی کنید. حتما عقب نشینی میکنیم. برگردید. برید، برید. برو، برو، برو. صد و دو، صد و یک. صد و دو، صد و یک. من باید برم. کبوتر توی 545 لونه کرده. نشونیش رو جعفر میدونه. مفهومه؟ شنیدم. 101. شما خسته نباشین. چطوری؟ خوبی؟ اگه شما خوبین منم خوبم. فکر نمی کردم برای بار دومم عروسیمون به هم بخوره. این دفعه دیگه عروسی بی عروسی. می برم از زیارت سید زینب. برمی گریم سر خونه زندگی. انشالله. انشالله. میشل هنوز نرسیده. داروها و وسایل جراحی نداریم. دو نفر از رزمنده ها شهید شدن. کیا؟ محسن و ام سعید. یوسف، من بیشتر نگران حنانم. اون روزوی آخر باردریشه. هر لحظه ممکنه درد بیاد سراغش. بالاخره اون کجاست؟ نگران نباش. محمد اونو یه جایی پنهان کرده. به خاطر همین اومدم پیشت. باید با ام عباس برین پیداش کنین. کجاست؟ جعفر میدونه. فوراً با اون بریم. یه مقدارم لوازم اولیه برداریم. ببخشید با شما کار دارن. جعفر آماده شو با نسرین و ام عباس برین 545. باشه. را بیافتین دیگه زودتر. برو برو. بگوشم. یوسف دهش منم. همین کتابی؟ موسیقی.
حتما منو فراموش نکردی. صدای منو میشنوی؟ سال 2000 عبرتت نشد که برگشتی؟ این بار فرق میکنه. یه گوشم براتون نمیذارم که توش حرکت کنید. به محمد سرور بگو همه حرکاتشو تعقیب کردیم. شب پیش از چنگ ما فرار کرد ولی بعدن اینطور نخواهد بود. هر کجا که بیاین ازتون استقبال میکنیم. شوخی میکنی؟ تمام جهان عرب 6 روز بیشتر نتونستن جلوی ارتش ما طاقت بیارن. سب کن تو و محمد سرور رو با پای خودتون میکشم. بیشتر از چند روز نمیتونید دوام بیارین. اصلاتون زمین بذارین تسلیم بشین. منم توی زندان یه جای خوب براتون فراهم میکنم. اینقدر لفت نزن سرهنگ. خوب میدونی که اونا برای اعتقادشون میچنگن. اونا رو بیشتر از من نمیشناسی. من باشون زندگی کردم. اونا هدف و آرمان دارن. اونا مردمیان که از جون خودشون میگذرن و به خاطر همدیگه فداکاری میکنن. اونا جنگ و یه وظیفه میدونن. به خاطر سرزمینشون میجنگن. ما همه به خاطر سرزمین اون میجنگیم. چند نفر توی ارتش میشناسی؟ چند نفر رو میشناسی که خانواده هاشون رو دوست داشته باشن و حاضر باشن به خاطر اونا تن به خطر بدن؟ باشری؟ پرسیدم چند نفرشون رو میشناسی؟ چند نفر؟ بگو. ما هم برای دینمون میجنگیم. اگه اونا برای دینشون میجنگن، من به اون آدمایی که تو این همه تحقیرشون میکنی حسودیم میشه. اون مردم همه چیزو به خاطر همدیگه میخوان. اونا عاشق و دلبسته همدیگه. ولی ما چی؟ خب بگو ما چی؟ زندانیش کن تا بهت بگم چی کار کنی. ولی قربان ما به جز اون کسی رو نداریم که یه گروه از نیروهای ویژه را آماده کن. اونا باید به جنگل برن. من مطمئنم اونجا یه خبرایی هست. امکاها تمام وقت در حال مراقبت هستن. کسی از اونجا بیرون نیومده. من محمد زنده میخوام. مردار شده. ماله مادر بذاریم اینجا از هم جدا شیم. برای چی؟ با هم نباشیم امتره. اوم عباس میدونی کجا میام؟ من از مسیر خله میام. فقط زود بیا. باش دخترم زودتر شما بریم. زود باش زود باش. باید اینجا رو ترک کنید. امکان ردیابی زیاده. گوش کن چی میگم یوسف. دکترها مجروحین رو به زیر زمین مدرسه منتقل بکنه. همینطور مریضا رو. اوضاع از اینم بدتر میشه. خدا به همراهت. Oh.
میشل چی شده؟ خودتو خسته نکن، تمام خون بدنم رفته. نبسرم من میبرم. محبوس بذار حرف بزنم، من وقت زیادی ندارم. یه بار یوسف از من خواست برای مقاومت کار بکنم. محبوس اما اینطوری شد دیگه نمیتونم. بهش بگو من تمام تلاش خودم را کردم. باشه عزیزم، باید زخماتو ببندم. برای من دعا کن، هیچ وقت مادر نداشتم. تو برای من مثل مادر بودی. تو را نه توی هیتا، حتی توی روبش همه دوست دارم. به خاطر اینکه با خدا دوستی، خدا تو را دوست داره. برام سلام آموزش کن. السلام علیک یا وارث آدم صفت الله، السلام علیک یا وارث موسی کلیم الله، السلام علیک یا وارث عیسی روح الله، السلام علیک یا وارث محمد نبی الله. این که مسیحی هستم مثل شوهرت و مثل فرزندت شهید میشم. محبوس سلیم سلیم، خدای منو ببخش، خدای منو ببخش، منو ببخش. خدایا اینجا نفیره، جای امنیه. محل اختفای خانم حاج محمده. یه پناهگاه جنگی برای افراد مقاومت. حنان؟ حنان؟ نسری؟ خواهرم، کاری داشتی؟ من بیرون نفیر هستم، صدا کن. باشه. عزیزم تو چه شده حنان؟ چرا اینطوری شدی؟ خدا رو شکر که زندی. درد داری؟ جای درد میکنه؟ اصلا حس نمی کنم. یه تعداد از افراد تازه نفس مقاومت آوردم. باید تمام ورودی‌های شهر مینگذاری بشه. ابی کیتاوی فرماندهی منطقه رو به دست گرفته. به خاطر اینه که منطقه و آدماش رو خوب میشناسه. میگفت تو و محمد با پای خودتون بیاین پیشم. یه روز میریم پیشش، ولی این بار یه خیبر دیگه خواهد بود به خواست خدا. الو، سلام علیکم. باشه، صدای بمبارون میشنوم، وضعیت چطوره؟ پس اوضاع خوبه. باشه، خداحافظ. دشمن از منطقه شرقی پیش روی کرده، از مطلع به سرخیام رسیدن، ولی
برادرای مقاومت خوب می‌جنگن. خب الان چی؟ وضع چطوره؟ امروز آخر میشه. به سلامتی به دنیا میاد، یه سرباز مقاومت میشه. میدونم اون الان بیشتر به فکر مردم تو من. اگه حاج محمد نبود تو الان زیر آوار بودی. یه خورده طاقت بیار. خدایا پس کی ما از دست این ظالما رها میشیم؟ نیازی نمیبینم عقب نشینی کنیم. اونی که باید عقب نشینی کنه ارتش اسرائیله. ما از کشورمون دفاع میکنیم. عقب نشینی کار بچه های ما نیست. بله حاجی، مشکلی نیست. امروز 50 نیروی تازه نفس داریم. باشه باشه، به سید بگید ما به خواست خدا اسرائیلو شکست میدیم. به خواست خدا اسرائیلو به زانو در میاریم. به امید خدا. باشه، به زودی این کارو میکنیم. قول میدم حاجی. خدا حافظ. خدا به همراز. خدا حافظ. ما باید بجنگیم، ولی در چارچوب فرماندهی، نه هر طور شده. هر طور شده منظور چیه؟ این که به نظر فرماندهی میاد که نباید بجنگیم یه تاکتیکه. ما که نباید فقط عیت و شعب رو ببینیم. من دیروز از عیت و شعب بیرون رفتم، جوانا رو دیدم. وقتی شنیدن اسرائیلی‌ها نتونستن وارد عیت بشن، روحیشون قوی تر شد. به خاطر همین نباید اینجا رو از دست بدیم. اینو میفهمی یوسف؟ اینطوری مخالف نظر فرماندهی عمل میکنیم. اونا کل منطقه رو در نظر دارن. ما اینجا یه روستای خیلی کوچیکیم. باید خودمون رو با کل تنظیم کنیم. ما داریم میجنگیم بدون پشتیبانی. یوسف، باید روحیه ی رزمنده‌ها رو حفظ کنیم. حالا قرار شده که جواب بدن. تا جواب فرماندهی برسه بر این اساس کار میکنیم. باید مقاومت کنیم. به گوشم. فرمانده، ارتش اسرائیل با یه تعداد سگای رادیو به طرف جنگل میرن. دریافت شد. من زنده اونو میخوام. یوسفو بگیر. روی خط قربان. یوسف خوب گوش کن. تو میدونی محمد کجاست؟ محمد؟ حاجی؟ کجای محمد؟ اون داره با پای خودش میاد سمت ما. میدونستم که تنهام نمیذاری محمد. من کنارتم، خیالت راحت باشه. چرا منو نمیبری سور؟ میبرمت عزیزم، فقط منتظرم که یک کمی حالت بهتر بشه. گریه ی شوق عزیزم، بالاخره بچه‌مو به دنیا میاد. خدا بعد از سالها انتظار به ما بچه میده.
تو باید منو ببخشی. به جای بیروت و سور آوردمت اینجا، اما از اینجا میبرمت یه جای خوب، مطمئن باش. من تو رو تنها نمیذارم. با بدن بچه علاقه من به تو کم نمیشه. تو چی منو دوست داری؟ یا بچه من صادق و... هر دوتون عزیزم، از صادق ثمری عشق ماست. هنم تو الان پاک در این بنده خدایی، از خدا بخواه که به وظیفمون خوب عمل کنی. نرو، منو با این حال تنها نذار. من جا خیلی میترسم. من بیرون هستم کنار جعفر تا انشالله بچه‌مون به دنیا بیاد. دوستت دارم. نسرین خانم، ازتون خیلی ممنونم که خودتون رو انقدر به خطر انداختی. هنان مثل خواهر منه، وظیفمه که بهش کمک کنم. احساس میکنم اسرائیلی ها این اطرافم. تو کولم چند تا مین آوردم، باید دهانه نفی رو مین گذاری کنیم. من بیرون هستم، چیزی لازم داریم؟ نه، فقط دعا کنین. حتما حتما دعاتون میکنم. حاج محمد جلو نیا، برو اینجا یه طرف. جعفر، منو فلم کن، برو برو برو. من اونو زنده میخوام. Thank you.
یا مصباح الهدا یا سفینه تو نجات. تلافی عملیات تروریستی محمد سرور، میخوام تمام نقاط ای تو شب با گلوله‌های توپخانه شاخ بزنه بشه. هیچ جنبنده‌ای نباید اونجا زنده بمونه، حتی زن و بچه ها هم. قربان، ما امروز یک هجوم زمینی سنگین از طرف اسرائیل داریم. تصمیم گرفتیم که در ایتا مقاومت کنیم. این تصمیم شهید حاج محمد سرور بوده. فرماندهی هم با این مسئله موافقه، یعنی موندن و دفاع از ایتا شب. اما بهتره بدونین دفاع از ایتا مسئله آسونی نیست. ارتش اسرائیل میتونه نیروهای زیادی را از چند محور وارد ایتا بکنه. هر کسی که آماده شهادت و فداکاریه میتونه بمونه. دشمن قویه و حسابای نظامی دقیقی کرده. هر کسی احساس میکنه نمیتونه بمونه، به هر دلیلی میتونه بره. هیچ کس هم از رفتنش با خبر نخواهد شد و هیچ مسئولیتی هم نداره. به تکلیفش هم عمل کرده و نزد خداوند پاداش خواهد داشت. خوب فکر کنید. مسئله زندگی و مرگ. فکر کنید. امروز می خواهیم
ای تو شب و زیر پا له کنیم. سربازان شجاع اسرائیل، خودتون رو برای جشن بزرگ آماده کنیم. اسرائیل نیاز به پایان رساندن این نبرد و پیروزی بر اکتوشف داره. شما امروز تاریخ رو رقم خواهید زد و به دشمن نشان خواهید داد که انتقام خیبر را خواهید گرفت. دنیا در انتظار پیروزی شماست. ما امروز معادله دشمن رو در منطقه به هم خواهیم ریخت. اونا رو شکست میدیم و پیروز خواهیم شد. عزت و افتخار در انتظار شماست و دنیا هم در انتظار پیروزی شماست. قربان نتیجه عمل تو خواهی دید. این حرف رو نزد. خدایا خدایا کمکم کن که صادق سالم به دنیا بیاد. برادر رو میام میبرنه، تا هم داشته باش. آه.
نسرین از آر بچم بی کس بمونه. تو زنده میمونی، فقط سعی کن بچت به دنیا بیاد. این عاقبت کسانیه که با ما همکاری نمی کنن. خدا نکنه من این خبیثو به خاطر نفس خودم و انتقام فرزند و شوهرم بکشم. Thank you.
ایتو شعب در کنار سایر مردم لبنان 33 روز در مقابل دشمن مقاومت کرد و هرگز تسلیم نشد.